مکاشفه فصل ششم. در آن هنگام که بره اولین مهر از آن هفت مهر را شکست، من می دیدم و می شنیدم که یکی از آن حیوانات با صدای مانند رعد می گوید و ناگان اسب سفید را دیدم که سوار آن کمان بر دست داشت و تاج به او داده شد و او پیروزمندانه برای پیروزی برآمد. وقت بره دومین مهر را باز کرد، شنیدم حیوان دوم گفت بیا، و اسب دیگری که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین بردارد، تا انسانها یک دیگر را بکشند، و همچنین به او شمشیر بزرگ داده شد. وقت بره سومین مهر را باز کرد، شنیدم که حیوان سوم گفت بیا. آنگاه نگاه کردم و اسب سیاهی را دیدم که سوارش ترازوی به دست داشت و صدای از میان آن حیوانات به گوشم رسید که می گفت قیمت یک چارت گندم و یا سه چارت جو مزد یک روز کار خواهد بود، و روغن زیتون و شراب ضرر مرسان. زمانی که او چهارمین مهر را باز کرد، صدای حیوان چهارم را شنیدم که می گفت بیا. وقت با آنجا نگاه کردم، اسب رنگ پریده ای را دیدم که نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان به دنبالش می آمد. به او قدرتی داده شد تا یک چهارم زمین را با شمشیر و گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات وحشی از بین ببرد. وقت پنجمین مهر را باز کرد، در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند: ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنان زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ به هر یک از آنها چپن سفید دادن و با آنها گفته شد که اندک دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و برادرانشان که می باید مثل آنان کشته شوند کامل گردند. آنگاه وقت بره ششمین مهر را باز کرد، دیدم که زلزله شدید رخ داد، آفتاب مثل زغال سیاه گشت، ماه کاملا مثل خون سرخ شد و ستارگان آسمان مانند انجیرهایی که از تنباد به زمین می‌ریزند فرو ریختند. آسمان مانند تومار در هم پیچیده ناپدید شد و همه کوها و جزیره ها از جای خود حرکت کردند و پادشاهان و فرمانروایان زمین، سرلشکران و تمانگران، زورمندان و همه انسانها چه برده و چه آزاد خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند و به کوه و صخره‌ها می گفتند بروی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب برآ پنهان کنید، زیرا روز بزرگ خشم آنها رسیده است. کی می تواند آن روز را تحمل کند؟